آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش سران حکومت به اعتراضات اخیر در ایران خواهیم گفت. و گفتگوی روزنامه‌نگارا درباره امروز و فردای شغلشون. سلام آقای بهنود. سران حکومت تقریبا یه جوری یه دستن حرفاشون. آقای خامنه ای باز تکرار کردن که معترضان اشرار بودن و گفتن که خیلی حرکت های وسیع و عمیق و خطرناکی انجام دادن. آقای روحانی هم در آخرین اظهاراتی که کردن گفتن از اساس خیلی خبر نداشتن که کی قرار قیمت بنزین عوض بشه و اینم واکنش های خیلی زیادی رو به دنبال داشت که چطور میشه که رئیس جمهور مملکت اصلا ندونه چه روزی قراره که نرخ بنزین تغییر کنه. ولی اون جمله بندی خوبی نبودش، یعنی دست کم به نظر میرسه که مقصودی که او داشت این بود که بگوید که ما این بسته بودن خبر رو چقدر محافظت کردیم. یعنی میخواست بگه که ما برای این که شب قبل شلوغ نشه قرار گذاشتیم که هیچکی نفهمه و به همین جهت منم نفهمیدم، ولی به حال این منظور رو در وهله اول نرسوند و صدای همه رو در اون. خب بریم روزنامه کیهان رو ببینیم. خب در حقیقت میشه گفتش که کل سفره که نگاه میکنیم پس از شکست پروژه آشوب، یعنی در حقیقت کیهان قبول نداره که مردمی در اثر یه حادثه غیر مترقب، چنان که در بقیه جای دنیا هم اتفاق افتاده، به هر حال اعتراض کردن. این اصلا قبول نداره، معتقد است که یه پروژه بوده، پروژه آشوب بوده، به اون نشونی که وقتی که شکست خورد پروژه به تعبیر کیهان، پومپئو هم اومده گفته که با تلگرام برای ما فیلم و عکس بفرستید برای ما تعجب. این عکس هم که تو دهنی ملت و آمریکا و مزدوران داخلی است، همین حرفای همیشه آشوبگران باقی و محاربند و باید به حد مجازات برسند. یه چیزی هم که خیلی خبرساز شد کارشناس دینی بود که در شبکه یک آوردن که میگفت باید معترضان بله زجرکش کنن. چیزی که این وسط غایب تمام حرف هاست کشته شدگان این اعتراضات، نه آماری ازشون حکومت میده نه از وضعیت اونها، و خب خانواده ها رو هم تقریبا اینطوری که خبرها میرسه تحت فشار میذارن که اصلا اطلاع رسانی نکنن. خب بریم روزنامه ایران رو ببینیم که روزنامه ایران خب طبعا روزنامه دولت، یک حال هوا رفته اون طرف تر و از چند تا جامعه شناس درباره حوادث اخیر آسیب شناسی کرده است. صدای جامعه در اتاق فکر، آقای فکوهی، آقای هاشمی، رضای بقیه، همه یه حرفایی میزنن اعتماد و برگردوندن اعتماد مردم و بازسازی در این حال صحبت از جامعه مدنی میکنن، صحبت از این میکنن که به هر حال این شرایط ایجاب میکردش که اعتراضای صورت بگیره. اینا به هر حال برخورد انسانی تریست که ایران داره به چیز به نسبت روزنامه های اصولگرا. اون خبرم که میگه کهریزک تکرار نمیشود به نقل از رئیس سازمان زندان ها، باز خبرهای دست ما رسیده که از فشافویه که وضعیت زندانیا وضعیت خوب و مناسبی نیست، و حالا باز ما امیدواریم که این کهریزک واقعا تکرار نشه. مقاله خیلی خوبی هم آقای جواد دلیری نوشته به عنوان روزنامه نگار که در پوشش خبری اون ده روز به قول معروف روزنامه نگاران در ایران چه مشکلاتی داشتن، که نکاتی رو که اشاره میکنه میگه که خب ده روز سخت و پر التهاب و نگران کننده بوده و روزنامه ها و رسانه ها در این فضا چگونه حرکت کردند، و میگه که سیاست اصلیمون این بود که مسئولیت اجتماعی خودمون رو ایفا کنیم، پلی باشیم بین حکومت و مردم، و
سکوت نکردیم، حرف داشتیم. اشاره میکنه که روزنامه ایران 50 مورد یادداشت و گفتگو منتشر کرده و 10 گزارش تحلیلی. میگه که امکاناتش رو نداشتیم، بنیه روزنامه نگاری ما ضعیف بود. البته رد نمیکنیم که شاید خودسانسوری بر ما غلبه کرد، اما منفعل نبودیم. در دل آنقدر کلمه ها و جمله ها رو جابجا کردیم تا باشیم و بنویسیم. در آخرش هم جمله‌ای که میگه، میگه که این چند خط را نوشتم تا بگویم روزنامه نگارانی را که من میشناسم آدم‌های باشرفی هستند. فرقی نمی‌کند در کدام رسانه دولتی یا حکومتی یا مستقل باشند یا حزبی، آنها مثل مردمند و از مردم. فقط چیزی رو که من متوجه نشدم این بود که انتقادی که از رسانه‌ها و روزنامه نگاران خارج از کشورشون کردن، در هر صورت دست روزنامه نگاران و کسانی که رسانه‌های خارج از کشورم حتی بسته تره، برای اینکه ما اونقدری که ممکنه روزنامه‌نگاران اطلاعات داشته باشن در داخل ایران، ما واقعا از خیلی چی میگن منابع 100 تا منبع رو باید چک کنیم که بتونیم. نه اونایی که در داخل بودند اینقدر که آقای دلیلی میگن مقاومت کردن دلسوز بودند، نه اینایی که خارج بودند آنچنان است که همشونو بشه در این باره جا داد. به هر حال ترکیب‌های مختلفی است به طور طبیعی اتفاق می‌افته. اما اجازه بدید در همینجا بگم که مقاله آقای دلیلی یک نکاتی داشتش که جای تأمل داشت، یک نکاتی داشت که باش نمی‌شد موافق بود. گفتن این که ما این حوادث رو بحث و گفتگو می‌کردیم، توی تحلیل شروق بود، ولی ترجیح می‌دادیم که مملکت نارام نکنیم، با حرفه ما خیلی تطبیق نداره. حرفه ما حرفه مصلحت طلبی نیست، گرچه که خب به حال روزنامه روزنامه ایران هست، روزنامه دولت هست، این قابل فهم هست، ولی اصولا حرفه ما قرار نیستش که بره اونجا. مصلحت طلبی کار حکومتگره، حکومتگرها باید مواظب باشن جای مصلحت عمومی اتفاق نیفته، خب اعمال هم میکنه در همه جای دنیا یه جوری، ولی روزنامه‌نگار قرار نیستش که اون کسوت رو بپوشه. روزنامه‌نگار قراره که خبر رو اطلاع رسانی کنه، خبر برسونه. وقتی هم که خبر نمی‌رسونه، خبر نمی‌رسونه. یا فرمایش ایشون در مورد این که ما حرفش رو می‌زدیم ولی منتشر نمی‌کردیم، که اینم جواب خب در توجیهش هم میگه ما چریک نیستیم، سیاستمدار نیستیم، ولی خب ما روزنامه‌نگاریم. این بحث قدیمی است و به نظرم میرسه اتفاقا ایران و همشهری نسبت به بقیه به وضعیت بهتری داشتن در این روزها، در انعکاس یا نشون میدادن که به حال یه جای زیر فشارن. خیلیاشون نه، اما در این حال اون گلایه او رو هم بگم، یه جایی گلایه او درسته ها. ببینید من به عنوان آدمی که معتادم و اگر نباشم با هزار بدبختی میرم فرودگاه، از کسایی که از تهران میان بالاخره میگیرم، بالاخره باید بالاخره یه جوری توش قرار بگیرم، شغلم ایجاب میکنه. به شما بگم که از بین خارجی از کشوری ها پریروز روز سه‌شنبه خانم فرشته قاضی تو برنامه صفحه 2 یه ترسیمی کرد که من مطمئن شدم که فرشته موضوع رو درست دیده. به یه موضوع اشاره کرد و گفتش که موقعی که اینترنت قطع شد همه روزنامه های غیر اصولگرا رو ندیدیم، اما شما بسیار شنیدید که گفته شد هیچ روزنامه ای ننوشته. ندیده از کجا گفتیم در خارج از کشور که روزنامه نوشته یا ننوشته؟ یعنی این فاکتور رو ندادیم که به هر حال نتونستیم ببینیم اینا رو. چون که در هفته پیش یادتون باشه یه دونه اعتمادی ایرانی که باز کردیم اصلا شبیه این نبودش که ننوشته باشن، نه اون هم داشتن اون پشت بیشترش بله مشکل داشته. خود اینترنت بود اصلا بله. نمیتونستن یعنی دانلود اینجا کنن. این حال احوال اونجا خیلی درست نبود. به هر حال این بس کاملا پیداست، از توییتاشون پیداست، از نوشته های تو فیسبوک و جای دیگه پیداست که بحث جدی روزنامه نویسی ایران هست این روزا در تحریریه ها، و خیلی هم خوبه که این بحث رو جلو ببرن، بعد از مدتی بگیرن بشینن با مسئولین حکومت هم وارد گفتگو بشن که واقعا این شرایط شرایط خیلی خوبی نیستش. روزنامه اعتماد رو ببینیم آقای بهنود. تهرانی ها در حمایت از اقتدار امنیتی راه پیمایی کردن، امنیت برای همه. تقریبا همه روزنامه ها یک یا چند عکس شبیه این داشتند که از به اصطلاح مجالس یا راه پیمایی های صحبت کردند که در شهرهای مختلف اتفاق افتاد در به اصطلاح تأیید حکومت یا دولت. اما اینجا یه مقاله با عنوان تلاش بیهوده فرانسه میخونی، به نظرم مقاله مهمی بود که
در اونجا نویسنده اشاره میکنه به حوادثی که در خلیج فارس هست، انگار حوادث ایران باعث شده است که داریم همه خطرهای پیرامونی از یادمون میره. و خوبه که او میگه که این ائتلاف اروپایی داره یه فکرایی برای میکنه، به خصوص دیروز هم میدونید که در آخرین لحظه فرانسوی‌ها چیز جدی‌تری گرفتن، یعنی اومدن طرف اینکه باید ایران دوباره تحریم بشه، تحریم‌های بین‌المللی. خب اتفاقا فرانسه رو در معرض قرار میده و میگه که اون وقت امریکا اومد یه اتحادی رو پیشنهاد کرد که اون اتحاد از لغو شد. ایران هم آقای روحانی رفتن سازمان ملل یه چیزی رو پیشنهاد کردن، صلح هرمز، اون هم عملا سرنوشتی پیدا نکرد. وقتی که این کار فرانسه رو پیش میکشه، میگه کار فرانسه داره شماتیکی از یک ائتلاف جدید رو نشون میده که خود به خود میتونه جای طرح ایران رو هم تنگ کنه. روزنامه جوان رو ببینیم. ببینید در روزنامه جوان، خب اولا با توجه نزدیکی جوان با سپاه پاسداران و همینطور با اطلاعات سپاه پاسداران، و عجیب نیستش که اموال وطن فروشان لندنی سعودی در تور غذا این رو تیت کرده، یعنی در حقیقت داره میگه که اموال ایرانی هایی که در رسانه های خارجی فارسی زبان یا به هر رسانه خارجی دارن، خارج از ایران دارن کار میکنن، اینا اموالشون در دست قوه قضاییه هست. توجیه داره میکنه اون چیزی که در مورد بیشتر اینها اتفاق افتاد در مورد جلوگیری از معامله و اینها، تا جایی میره که معتقد است که این مجازات ها میتونه بیشتر از این باشه. چرا که هر کسی یا گروهی که با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی همکاری کنه، در صورتی که محارب شناخته نشه، به 1 تا 10 سال حبس محکوم میشه. و در اینجا نمیگه که گروه های محاسب که در دسترس شما نیستن، مگر اینکه شما بخواید در لندن و پاریس و اینا آدم ها رو محاکمه کنی، یا اینکه بخواید خانواده هاشون زیر فشار بذارید. بعد اشاره میکنه به یکی از شبکه ها و بعد دنبالش میگه که این عناصر کلیدی و مؤثر این شبکه معاند که در خارج از کشور مشارکت مستقیم در تخریب اموال عمومی و شهروندان داشتند، با محدودیت‌های قضایی حقوقی در مورد اموال خود مواجه خواهند شد. یعنی تازه وعده یک سری کارهای جدید میده و ظاهراً هم این هستش که در این مقاله خودشو داره به مواد مختلفی از قوانین متصل میکنه. حالا اینکه روزنامه جوان چطور به این نتیجه رسیده که خبرنگارا یا روزنامه نگارانی که دارن اینجا خبررسانی میکنن در تخریب هایی که روزنامه جوان اشاره میکنه دست دارن و مشارکت دارن، این جای بحث داره. ولی لازمه که اینجا بگیم که در هفته‌ای که گذشت بعضی از روزنامه نگاران شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال ممنون معامله شدن و دوباره فشار به برخی از خانواده های روزنامه نگاران خارج از کشور شروع شده. بریم روزنامه آخر رو ببینیم، روزنامه آرمان ملی. تیتر بزرگش جالبه آقای رئیس جمهور، واقعا اشاره است به همون جمله که میگفتیم، یعنی سخنی که ایشون گفته بود چون که خبر نداشتم روز جمعه. دو تا مقاله داره، یکی از مدیر مسئول نوشته، یکی هم در پایین صفحه هستش که ببینین. در این دو تا مقاله در حقیقت پایگاه این هستش که اشاره میکنه به اینکه آقای هاشمی که تدارک رئیس دولت شدن آقای روحانی فراهم کرد، پیش بینی کرده بود که دولت پیشین، یعنی دولت احمدی‌نژاد و طرفداراش و جناح اصولگرا، حالا پدر این دولت رو در خواهند آورد و باش چنیچران کرد. نتیجه‌گیری اینه که پیشبینی آقای هاشمی هم یک بار دیگه پیشبینی های اون شخص هم درست در اومده و میبینیم که جناح مقابل داره چیکار میکنه با دولت و اصل حرف اینه. ولی در صد انتقادا به آقای روحانی واقعا زیاد بود، حالا بله. چه در فضای مجازی، چه در رسانه ها، چه در روزنامه ها. این که چطور ممکنه که شما بگی که منم مثل بقیه مردم روز صبح جمعه متوجه شدم که بنزین گرون شد. بریم شهرونگ صفحه برگزیده این هفته. فکر کردم که شاید که از بین نشریات و مطالبی که در نشریات نوشته شده
بتونیم بگیم که این صفحه، یعنی صفحه طنز روزنامه شهروند، نزدیکترین بود به یک نشریه‌ای که از اون فضا اومده بیرون و یه جوری داره شرایط خودشو در اون فضا و تلاش میکنه بالاخره یه لبخندی به لب مردم بیاره. توی این سلمان طاهری اون بالا کارتونش داریم میبینین، همه چی به هم ریخته، همه چیز تو هم پیچیده فلان اینا. یه گلی هست اون نقاشه که خودش هم تبدیل به کوبیسم شده، نقاشه موظف دیده شده است که فقط هم گله رو نقاشی کنه. مطلب پایین آیدین سیارسری هم خیلی بامزه. بله اونم خوندنی بود. حالا فقط یه تیکه کوچیک شما گفت، میگه 30 نماینده تهران به آذری جهرومی نامه نوشتن تا ایشان اینترنت موبایل اونا رو وصل کنه. به نظر شما پاسخ مناسب آذری جهرومی در کدوم گزینه مشهور؟ الف متوجه نمیشم مجلس که EDSL داره اینترنت موبایل میخواین چیکار؟ ب من کاری نیستم، من فقط به یه وزیر ارتباطات سادم. جیم یک گیگابایت اینترنت ملی رایگان دو روزه خدمت 30 نفر از نمایندگانی که نامه نوشتن ناقابه. ده به رئیس جمهور نامه می نویسم که خصیصی نکنه و رمز وای فای مجلس رو به شما عزیزان بده. توی این سرمقاله شهرام رو، شهرام شهیدی رو پیشنهاد میکنم در آخر برنامه. بریم سراغ مجله ها. آتیه نو، آتینو خب نشریه است که تو زمینه رفاه، رفاه اجتماعی کار میکنه. هفته‌نامه است که موضوع اصلیش اینه و به همین جهت هم میشه گفتش که این روزها که این مسائلی به وجود کشور وجود داشته، یکی از جمله مسائلی است که دردش اومده و بنابراین به عنوان طبقه حساس توش یاد میکنه. بگین چی گفت؟ یه مقاله داره، یعنی گزارش طورت از وضعیت موجود در مورد طبقه حساس، که میگه که دیدگاه های متنوع و متضادی درباره اثرات اصلاح بنزین یا حالا همون گرون رفتن قیمت بنزین بر رفاه قشر کم درآمد مطرح شده. چیزی رو که داره میره سراغش توی این مطلب طبقه حساس اینه که اما سر این که باید بسته های مکمل رفاهی تهیه بشه یا نشه اتفاق نظر وجود نداره و اون اختلافات داره بررسی میکنه و این که داره میگه که بالا رفتن قیمت بنزین به این معنی حتما نخواهد بود که وضعیت همه چی درست بشه، تورم رو خواهد برد بالا و کلن میگم همونطور که خودش گفته نقطه نظرات مختلف موافق و مخالف رو بررسی کرده. جمع که حساسیت چم روی مسئله رفاه اجتماعی است و اینکه خلاصش داریم میگه با اون یارانه قضیه حل نمیشه، باید بیشتر از این مراقبت و مراقبت کرد. خب بریم مجله حوالی، که حوالی یادتونه که هر شماره یک موضوع رو باشگاه مرتبه موضوعاتی رو هم پیدا میکنه واقعا. یه دفعه باشگاه انتخاب کرده، گورستان و اطراف گورستان رو انتخاب کرده بود، ترمینال انتخاب کرده بود، این دفعه پل هست. در همون مقدمه سردبیر یک به حرف خوبی میزنه، پل نماد توسعه است. این 144 صفحه، یعنی تعداد صفحات مجله، همینو میگه. این چند خط قرار پلی باشند بر این شماره حوالی و همه این حرفا رو سریعتر به شما بزنن. ما هم مثل شهردار سابق تهران معتقدیم با احداث این پل شاهد کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و صرف جویی در وقت و اینا خواهد شد. پس می توانید برای اینکه در وقت صرف جویی کنین، مصرف سوخت و آلودگی هوا رو کم کنین، اثر مثبتی هم تو روح و روانتون داشته باشه، سریع از این حوالی بگذرید که پل جای موندن نیست. یه چیز جالبی هم تو همون سرمقاله میگه که میگه پل مثل ترمینال مکان نیست، نامکانه. یک مطلبی هم قنچه قوامی داشت که در مورد دادگاه غلامرضا نیکپی هست، شهردار تهران در زمان پهلوی، که داره میگه که یکی از چیزهایی که توی محاکمش گفته بودن این بوده که در متنش اومده بود که توی اروپا پل‌های عابر پیاده مشکلاتی رو ایجاد میکنن و به خاطر همین بعضی از اینا رو در واقع تخریب کردن و برداشتن و اینا. چیزی که آقای نیکپی گویا رد کردن و در هر صورت ایشون اعدام هم شدن. اونچه قوامی در این مطلب به پل‌های عابر پیاده اشاره میکنه و اینکه این پل‌ها که خب حالا قراره که در هر صورت یک چیزی باشه که آدم ها بتونن امنیتشون این وسط برقرار باشه، میگه که مثلا از یه پل عابر پیاده رد میشیم
یه مردی خیلی راحت خون سرد انگار داره کافه قهوهش رو میخوره میاد و دست درازی میکنه. بلکه در حقیقت به یه نکته مهم اشاره میکنه در ارتباط با پل، و اون اینکه بسیاری از اعدامهایی که در اول انقلاب صورت گرفت که توسط یک روحانی و دو ست جوان بود و جون یه آدمهای ازشون گرفته شد، اتهام هایی به اون آدم ها زده شد که بعداً جمهوری اسلامی دقیقا همون کار رو انجام داد. بله دقیقا. یعنی شهردار تهران اتهام اصلیش این بود که چرا محدود شهر رو حفظ کردی و حاشیه نشینا رو اجازه بهشون ندادی که چه بکنن، خونه هاشون خراب کردی. یا همین که میگین جزء سوالاش این بود که پل هوایی برای چی زدین؟ اون روزا میگفتن این پل هوایی بی‌ناموسیه. و آقای قالیباف و خود آقای کرباس شهر رو پر کردن. مجله از جهات دیگه هم پیشرفت کرده و اونم از جهات فنیه که باید واقعا بهش اشاره کنید. ببینید شما این علامتی که دارید میبینید وقتی خود مجله دستون باشه با این علامت میتونید نسخه بشنوید، با این علامت گوشی، با این علامت اگر که روی موبایلتون بگیرید میتونید یک فیلم هایی رو در ارتباط با این قضیه ببینید. این کار در تا اونجا که من میدونم تو یک دو تا نشریه اتفاق افتاده، اتفاقات خیلی جالبیه. آقای بهنود بریم مجله پشتبام رو ببینیم. این پشتبام چنان که شماره های گذشتش رو یکی یا دو تا شمارش دیدیم این حس رو داشته، نشریه ایست که وقتی تو مسئله فرهنگ حضور پیدا میکنه اولا خیلی جدی یک کرونولوژی میده که درش سوابق این کار رو میبینید که اصلا عالی بود. بینالای تهران رو بررسی بله کرده. این دفعه صحبتش بیناله و کماکان این کرونولوژی رو داده، تاریخ تولد خیلی از هنرمندا بله. تو صفحات اولش نوشته شده که اینا چه کارهایی کردن. خیلی کار جالب و این بینالای 1 و 2 و 3 رو بررسی کرده که از بینال 2 من بودم گزارش نوشتم راجع بهش. بینال دو فقط نگاه کنید که جوایز اولا یادتون باشه جایزه بزرگ سلطنتی که اون سال آقای تناولی برد مبلغ 25000 ریاله واو. یعنی 2500 تومان که خب خیلی مهمه. همطور آقای محسن وزیری یا سهراب 20000 ریال 2000 تومان جایزه سلطنتی گرفته. چنگیز شهبخ هست، آقای سعیدی هستش، حسین کاظمی هست، بیژن صفاری هست، ناصر اویسی هست، منصور حسینی، ایران درودی، مرتضی ممیز، حسین زنده‌رودی، تمام کسایی که الان در حراج‌های بزرگ رقم‌های گاهی نجومی فروخته میشه در بینال دو کاملا درست تشخیص داده شده. یعنی می‌بینید که تمام اسم بزرگایی که فارغ از اینکه بیشترشون نیستن ولی کارهاشون هنوز در دنیا داره در دست این رو میگرده، غیر از این که وقتی که هر کدوم از اینا رو میگه سوابقشون هم برمیشموره. به هر حال برای نسل جدید به خصوص که در اون روزگار و زمانه نبوده اند خیلی فرصت خوبی است. خب کاریکاتور آخر هست از فیروزه مظفری که فکر میکنم این هفته ایست که تو این خبرها گمش کردیم دیگه. هفته مبارزه با خشونت علیه زنان بود. روز دوشنبه 25 نوامبر بله. که در حقیقت کمتر دیده شد بله. ولی فیروزه یادش نرفته است و دارید میبینید که به عنوان مظهر یک نوع خشونت با خانم ها. بله. خب همونطور که گفتیم بریم سراغ شهرام شهیدی. در صفحه شهرونگ یک چیزی داره به نام تیترهای مفید و ناز. یه نفر زنگ زده دفتر روزنامه بس کردن به آقای شهیدی، گفته که شما طنزنویسی؟ بله. میگه که نظرتون در مورد بی اینترنتی چیه و اینکه این روزا قطع بوده. میگه خب چه عرض کنم. میگه که یه حکایت برای تعریف کنم. بفرمایی. روزی ملا نصرالدین از کنار مردابی میگذشت که ناگهان متوجه شد یک اردک از روی مرداب پرواز کرد و به هوا پرید. ملا نصرالدین بلافاصله دامن لباسش رو بالا گرفت و دنبال اردک دوید. حالا ند و کی بود و چند نفر جوانان بیکار محل که او رو دیدن پرسیدن برای چی دنبال اردک میدوی؟ ملا نصرالدین جواب داد ممکنه اردک تخمی بندازه و چه بهتر که در دامن من بیفته نه بر زمین. حالا منتفت شدی؟ جواب دادم راستش نه. بعد میگه که ای بابا پس حالا حکایت سعدی رو بگم. دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند. یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
باز دوباره میگه که چیزی که قبلا آزموده شده رو دوباره تست میکنن. ببم جان ملتفت شدی؟ تا اومدم حرفی بزنم کنار دستیش، گفت اون که باید بفهمه فهمید، قطع کن بابا، و تلفن رو قطع کرد. مبهوت منظور مخاطب عزیز بالا بودم و الکی سایت های خبری رو مرور میکردم، متوجه شدم در هفته گذشته 23 خبرگزاری وطنی تیت زدن چه زمانی باید ضد یخ خود رو تعویض کنیم. بعد میگه فکر کردم کاش یکیشون تیت میزد چه زمانی باید فشار خونمون رو اندازه بگیریم. بالا غیرتن این روزا فشار خون مهمتره یا ضد یخ؟ بفرما شما هم قبول داری که فشار خون لااقل از ضد یخ که ارزش خبری بیشتری داره، اما کو گوش شنوا. کم مانده خبرگزاری ها به این تیترها بسنده کنن، چه زمانی ماشینمون رو ببریم کارو، چه زمانی شلغم بخوریم. خلاصه با این تیترها حواسم جمع شد که چه تیترهای خوبی در هفته گذشته کار شده. تیترهای گنجیشک، لالا خرگوش، لالا اومد دوباره، مهتاب، لالایی لالایی. ای بابا باز هم برای اثبات حرفم تیتر نمونه میخواهید؟ بفرما این تیتر هم، این هم تیتر یکی از مهمترین خبرگزاری‌های کشور در این هفته، همه‌گیری سرخک در بخشی از جزایر اقیانوس آرام. نخند، خبر به این مهمی در بخشی از جزایری که در اقیانوس آرام هستند سرخک اپیدمی شده. موضوع به این مهمی لبخند زدن داره. والا با این خبراشون. خب اینم نگاهی بود از یکی دیگه از روزنامه‌نگارای ایران به وضعیت روزنامه‌نگاری در روزهای گذشته. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. مرسی که با ما بودید. به همراه آقای بهنود از شما خداحافظی می‌کنم تا هفته آینده. شب و روزتون خوش.